شروع هفته پنتیکاست و که سالگرد نزول روح القدس و تولد کلیسای زنده است، به تک تک شما باورمندان به عیسی مسیح خداوند تبریک میگم. عید پنتیکاست عزیزان یکی از خاص‌ترین و یکی از قدیمی‌ترین جشن‌های تاریخ کلیساست که مسیحیان هر سال در شور و شعف خاصی به سر میبرن برای اینکه به این روز سرنوشت ساز و پرجلال نزدیک بشن. و چقدر ما بیشتر باید از شاگردان، از مسیحیان اولیه بیشتر در انتظار باشیم برای این دریافت، همجور که خواهرم مریم گفت، وعده روح القدس، این روز سرنوشت ساز که برای تک تک ما مهیا و آماده است. آمین. در این زمانهای خاص عزیزان، در این زمانهای خاص آمادگی، خدا یحیاهای زمانی خودشو بلند میکنه که صدایی باشن، صدای ندادهندهی در بیابانهای دلهای ما، که راه خداوند چی بشه؟ مهیا بشه به وسیله روح القدس، طرقهای او صاف بشه، هر بلندی به زیر بیفته، هر وادی پر بشه، هر ناراستی راست بشه، هر ناهمواری هموار بشه، تا در قلب‌های ما راه خداوند آماده بشه برای اینکه روح القدس بیا تا حقیقتاً تک تک ما در قول و فعل شاهدان حقیقی عیسی مسیح خداوند باشیم. آمین. باشه که امروز تنها تنینه صدای عیسی شنیده بشه، ندای عیسی امروز به گوشهای جان ما برسه. به نظر من عزیزان یکی از مشکلترین ماموریتی که خداوند در طول تاریخ به انسانی ممکن بود که داده شده باشه، ماموریتی بود که خداوند به یحیی داد. پیامبران عهد عتیق صدها سال، قرنها پیشگویی کرده بودن که ماشیه داره به کره زمین میاد، ولی هیچ اتفاقی نیفتاده بود، هیچ اتفاقی. این پیشگویی هایی که سالها کرده بودن به نتیجه نرسیده بود، تا اینکه خداوند صدای خودشو به گوش یحیی رسوند، گفت من میخوام تو اون شخصی باشی که ندا در دهی که خداوند داره میاد، ماشیه داره به کره زمین میاد. فقط اینجا یه اشکال کوچولوی بود، این پیام، این نبوتی که خدا به یحیی داده بود. یحیی حتما پیش خودش فکر میکرد این اعلان، این مخابره اصلا خریداری نداره، چون که سالهای ساله که این پیشگویی شده ولی به نتیجه نرسیده. مثل سالها، زمانهای طول و ترازیه که خادمین خداوند دارن فریاد میزنن، موعظه میکنن که عیسی مسیح خداوند داره بازگشت ثانویش به انجام میرسه، بردره، داره میاد، پوری روح القدس در راهه، ایام پنتیکاست در راهه، خودمونو آماده کنیم. ولی حقیقتا کیه که خبر ما رو تصدیق کنه؟ احساسی که یحیی داشت، ولی یحیی چون این ندا رو شنیده بود در قلبش که عاشق شخصیتشم، نامردی نکرد. عزیزان یکی از بزرگترین تفنگاش رو برداشت و از قویترین فشنگاش که پیشگوی اشعیا، این سرور انبیا بود که 700 سال پیش این پیشگویی رو کرده و توی تفنگش ریخ و رفت به میان ملت. در لوقا باب 3 آیه 4 و 5 و 6 رو براتون قرائت میکنم. صدایی دارم میشنوم، صدایی میشنوم، راه خداوند را مهیا سازید، طرق او را راست نمایید، حد دره پر شود، تمام کوها و تپه ها پست گردد، هر کجی راست شود، هر ناهمواری هموار شود، تا آنگاه جلال خداوند را تک تک شماها خواهید دید. عزیزان اول که اینو میشنویم انگار شبیه شعره، نیست؟ داره یحیی شعر میگه، ولی تشبیهی که این
واژه ها داره به گوش افراد میرسونه خیلی رساس در فرهنگ اون زمان. در فرهنگ اون زمان وقتی پادشاهی میخواست به دهکده وارد شه، ایلچیاشو میفرستاد و اونا اعلام میکردن پادشاه داره میآید، میخواد به زودی وارد این دهکده بشه و از این دهکده چیکار کنه، بازدید کنه. افراد میدویدن، جاده ها رو بازسازی میکردن، تمامی سنگ و کلوخ ها رو بر میداشتن، پستی و بلندی ها رو صاف میکردن که شاه شاهان میخواد وارد دهکده اونا بشه. و انگار یحیی وقتی داشت میگفت راه ها رو صاف کنین، تپه ها و بلندی ها رو به زیر بندازین، وادی ها رو پر کنین، انگار داشت میگفت شما نمیدونین چه پادشاهی داره وارد کره زمین میشه، انقدر لایقه که تمام جاده های کیهانی رو باید بازسازی کنید، تمام جاده ها رو باید صاف و صوف کنید، چون شاهی که داره میاد لایقه که سالها روزها در مورد این کار کنید. بعد یحیی در باب 3 آیه 16 میگه ببینید متوجه حرفای من باشین، ببینید من چه پیامی دارم میگم، من باید میگم آماده باشین، آماده باشین برای آمدن کسی که انقدر والا مقامه، انقدر عالی مقامه که من حتی لایق این نیستم که خمشم بند نعلین اون رو ببندم. اون میاد و شما رو با آتش روح القدس و آتش تعمید میده. من تا حالا با آب تعمید میدادم، ولی یه شازه‌ای، یه عالی مقامی میاد که شما رو با آب و آتش تعمید میده. او قربال خودشو به دست میگیره و خرمن خیش رو میخواد پاک کنه عزیزان، و در انبار گندم ها رو ذخیره کنه و کاه ها رو در آتش بریزه، آتشی که هرگز شعله او خاموش نمیشه. عزیزان قبل از اینکه ادامه بدم میخوام سوالی از شما بپرسم، میخوام سوالی خیلی ساده بپرسم. اگه امروز بتونم شما رو متقاعد کنم که شخص خیلی بزرگی میخواد وارد خونه شما بشه، شهردار مثلا هامبورگ میخواد بیاد خونه شما، میخواد یه سری بزنه، چی کار میکردیم؟ خونه تکونی میکنی؟ نیست؟ تمام جاهایی که شاید کپک زده همه چی رو صاف و صوف میکنی، چیزایی که دور ریختنیه دور میریزین، پیش خودتون میگین این شخصی که میاد نباید، اصلا دلم نمیخواد این چیزا رو تو خونه زندگی من ببینه، درسته یا نه؟ چقدر بیشتر عزیزان که امروز من و تو خداوند میخواد خونه قلبهای ما رو سرکشی کنه، وارد شه با پوری خودش، با جلال خودش. و خدا در این روزها داره ما رو آماده میکنه. چه آشغالهایی در قلب ماست، چه جاهایی در قلب ما پره از چیزهایی که نباید باشه، اینقدر جا رو تنگ کرده در قلب ما که نمیذاره این شاه شاهان وارد بشه با اون پوری و زیباییش. چه چیزهایی باید در قلب ما، چه گرگاهایی هست عزیزان. حواستون به من باشه، کسی میره و میاد به کلام خدا نگاه کنین، گوش بدین. این گرگاه هایی که در قلب ما، چه چیزایی باعث شده که این گره ها به وجود بیاد که ما نمیتونیم هر سال انتظار میکشیم هر ماه، ولی این پوری روح القدس رو دریافت نمی کنیم تا کلیسا به اون جلال شاهانه خودش برسه. من این روزا خیلی فکر کردم، هر سال داریم موعظه میکنیم برای آمادگی روز عالی پر جلال پنتیکاست، یه سال راجع به مریضی ها و بیماری هایی که ممکنه به بدن رسوخ کنه، بدن رو ضعیف کنه، یه بار راجع به حسادت، نمیدونم هزار تا فکر اومد به سرم، ولی وقتی که فکر کردم عزیزان دیدم هیچ چیزی مثل نبخشیدن و طلب نبخشیدن، آزردگی و تلخی ما رو از فیض روح القدس محروم نمی کنه. هیچ موردی مثل نبخشیدن و طلب بخشیدن نکردن جاده های قلب ما رو ناهمگون و ناهموار نمی کنه.
هیچ چیزی عزیزان مثل تلمبار کردن تلخی ها گرگاه هایی در وجود ما به وجود نمیاد که بریم و بیایم و این پوری رو دریافت نکنیم. هیچ چیزی مثل تلخی و نرخشیدن باعث نمیشه که نهر روح القدس جاری شدن بازیسته. و وعده پرشکوه یحیی اینه که خداوند پر جلال داره میاد و شما رو میخواد به روح القدس و آتش تعمید بده. اصلا به باور من، ایمان من اینه که شمایی که تک تک شماها روی این صندلی نشستین، مشتاق هستین که این وعده رو دریافت کنین، این تجربه شیرین رو بکنین. من ایمان دارم شماهایی که روی این صندلی ها هستین، یک اشتیاقی در قلبتونه که کلام خدا در زندگی شما جسم بپوشه، خدا رو و همدیگر رو محبت کنین. من ایمان دارم که تک تکتون میخواین در اعماق وجودتون این انسان حقیقی میخواد که شاهد حقیقی عیسی مسیح بشه، به خصوص در این برداشت عظیم روزهای آخر سهمی تک تکمون داشته باشیم. این برداشت عظیم محصولی که در راهه، ولی گاهن عزیزان تمام توان ما، نیروهای حیاتی ما صرف مسائل و مشکلاتی میشه که در زندگی ما بارها و بارها تکرار میشه. دائم ما دست به گریبان مسائل منفی، تکراری، افکارها، گفتارها که خدا نیست. اون خدمت عاشقانه ما رو باز میداره، ما رو از حرکت به سوی تخت فیض و پوری روح القدس استوب میکنه و دوباره به عقب برمیگردیم. بیشترین افکار ما عزیزان، نیروی حیاتی ما ناآگاهانه، این چیزایی عزیزان با پوست و گوشت و استخونم خودم سالها تجربه کردم، ناآگاهانه افکار ما، گفتار ما تنیده میشه با کسی که اسمش شیطانه، نیست؟ در قضاوت، در اتهام زدن، به خاطر اون تلخی ها و نبخشیدن هایی که در قلب ماست. در سمینار پربرکت عروسی آماده چند نفر بودن که با اشکا پیش من اومدن، میتونم بگم شونه های من از عشق پر شده و خیز شده بود و این افراد در درد ها و رنج های زیادی بودن به خاطر اون درد ها و آسیب هایی که به اونا وارد شده بود از نزدیکترین کساشون، اون صداهای ترد شدگی، صداهای تحقیری که تو گوشای اونا هنوز نجوا میکرد و همینجور تکرار میکرد، ریپیت میکرد، پر از شکستگی بودن. اونا دلشون میخواست از این سمینار دریافت کنن، ولی انقدر پر از درد و تلخی بودن، پر از آسیب بودن که تقلا میکردن، فقط نمیتونستن. خیلی عمیق میتونستم عزیزان این افرادو درک کنم، میتونستم اون تقلاهاشون رو در روح ببینم، چون خودم سالهای سال در این مسائل تکراری گرفتار بودم، در یک چرخه پایان نشدنی. اون موقع بود که گفتم کاش که یه روزم بود که برای آزادی از نبخشیدنها، آزادی از این تلخیها، و همینطور تو فکر رفتم خداوند پس حتما تو میخوای برای آمادگی این موعظه، این پیام به گوش عزیزان برسه. و حواس من رفت در پیدایش باب 3، عزیزان به دو تا درخت اشاره میکنه در باغ عدن. این دو تا درخت اسمش چی بود؟ درخت نیک و بد و درخت حیات. آدم و حوا از کدوم درخت خوردن؟ چرا؟ چون میخواستن نیک و بد رو تشخیص بدن، قدرت قضاوت و داوری رو مثل خدا داشته باشن. عزیزان من شخصا سالها در تکبر و خودبینی و بیکفایتی خودم تصور میکردم که دانش و فهم اینو دارم، قدرت شناخت اینو دارم که در هر شرایطی، نیست همه ای ما اینطوریم، قضاوتی صحیح داشته باشم. اکثر اوقات قضاوتهای ما یک طرفه و ناعادلانه بود و این آسیب ها باعث این قضاوت ها شده بود و در این قضاوت ها همجون بی افتادم و این قضاوت ها بیشتر می شد، آسیب ها بیشتر می شد، قضاوت ها سنگینش بیشتر می شد، آسیب ها بیشتر می شد. وقتی متهم کننده، وقتی متهم می کنی مثل اون روح شیطان کیه؟ متهم کننده. از خود تو در جایگاه قربانی قرار می دی، درسته؟
حتی حقیقتاً اگه قربانی باشی. قبول داری یا نه؟ داری در واقع عهد و پیمانی با کی میبندی؟ با شیطان میبندی. چون ذات شیطان چیه؟ متهم کننده. وقتی انگشت اتهام تو دراز میکنی عزیزان به سوی یه نفر، چه یه نفر خودت باشی، خیلی خودمونو متهم میکنیم، خیلی خودمونو زیر محکومیت میبریم، خیلی خودمونو هنوز نتونستیم ببخشیم، چه یه انگشت اتهام به طرف دیگری باشه، چه خودمون داریم فریاد عدالت خواهی رو به سمت خدا بلند میکنیم به سوی آسمان. اما عزیزان، همه بگین اما. وقتی ما تولد تازه پیدا میکنیم دیگه بدبخت درخت نیک و بد نیستیم که دائم آویزونش بشیم که از میوه های تلخش تناول کنیم، میوه های تلخ قضاوت، اتهام، داوری، بلکه ما درخت حیات در قلب ما رویده، در باغ قلب ما این درخت حیات کاشته شده. اگه مرتب از این درخت حیات تناول کنیم عزیزان، چی به وجود میاد؟ قوت، زندگی، حیات، قدرت بخشیدن حتی دشمنه، قدرت بخشیدن دشمنت و برکت دادن. باور میکنی؟ روح قدوس خدا مشتاق عزیزان، یک اشتیاق شدید داره که دائماً هر روز هر لحظه ما از این درخت شیرین حیات تناول کنیم، بخوریم، تا به پوری شناخت خدا برسیم، تا ثمرات روح از ما دیده بشه، برای حرکت به سوی این سمت. عزیزان، ما باید به جایی برسیم که دیگه خسته بشیم از این مسائل تکراری که دائما توی زندگیمون میاد. عیسی اومد تا ما حیات بیابیم و آن را زیادتر حاصل کنیم، ولی دزد میاد که حیات ما رو بدزده اگه متوجه نشیم. شادی ما رو، مهربانی ما رو، عزیزان آرامش ما رو بدزده. محصول درخت حیات معصومیته، جایی که نه جرمی هست نه اتهامی. هفته پیش تو دادگاه برادرمون علیرضا، خواهرمون مرجان بودیم، منتظر بودیم پشت در. چند لحظه این دو قلوها، آرکا و نیکا، توجه منو جلب کردم، داشتم بازی میکردم. یه دفعه این آقای آرکا دوید از پشت موهای این خواهرش رو، خیلی بدجوری، انگار دستاشم گیر کرده بود توی موهای نیکا، یعنی اینم دنبه اسبی شده بود، اینجوری اینو کشید. یعنی باور کنی این بچه اینجوری دلش ضعف رفت، دوید بغل مامانش. من همجور به این صحنه نگاه میکردم، یه جور دلم سوخته بود، ولی هیچ کاری نمیتونستم بکنم. اون آقا آرکام قشنگ بی خیال بر خودش رفت، پفکش رو برداشت. نیست خیلی موقعها تو زندگی آرکاهایی میان که اینجوری با ما میکنن و خیلی راحت به راه خودشون ادامه میدن. و من داشتم نگاه میکردم به نیکا، دیدم باور کن دو ثانیه نگذشت، زودی اشکاشو پاک کرد، پاکت غذاشو، نمیدونم باستیل بود، پفک بود، دوید به سمت برادرش و داد به او. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده بود. عزیزان، تا مثل کودک نشیم وارد ملکوت خدا نمیشیم. وقتی ما در مشارکت با خداوند، در توافق با کلام او هستیم، روح خدا در ما جریان پیدا میکنه، ما معصومانه کودکانه میبخشیم، گیر انقدر نمیدیم، انقدر مسائل تو ذهنمون خاک اره رو اره نمی کنیم. ما معمولا در مورد نبخشیدن خیلی مشکل داریم با افرادی مثل آرکاها، نزدیک ما هستن نیست؟ کسایی که همه به ما نزدیکتن، زن ما، شوهر ما، خواهر ما، مادر ما، برادر ما، نمیدونم بچه های ما، خواهر برادر ایمانی ما، انگار اونایی که نزدیکترینن اصلا قابلیت بالقوه لطمه زدن رو به ما دارن. کیا این رو تجربه کردن؟ خود داوود میگه زیر دشمن نبود، مزمور 55 که من رو ملامت میکرد، وگه نه تحمل میکردم، خصم من نبود، وگه نه خودم رو از او پنهان میکردم، بلکه تو بودی ای مرد نظیر من، ای یار خالص من، ای دوست صدیق من، تو بودی،
تو که با هم مشورت های شیرین می کردیم، با هم به انبوه جماعت خدا می رفتیم. منظورش چیه؟ خواهر برادر روحانی می رفتیم، پرستش می گفت هللویا. اما خواسته یه روح خدا اینه که در این روزهای آمادگی برای دریافت پوری خدا، عزیزان، قلب هامونو بکاویم. ناهمواری ها، تلخی ها، نبخشیدن ها، اون کجی هایی که انتهامات به وجود آورده در قلب ما بازسازی کنیم. روح خدا میخواد اینو تا راه خدا مهیا شه، تا پادشاه جلال و شکوه جلالش وارد شه. عزیزان، کلام خدا در متی باب 7 آیه 1 و 2 میگه چرا پر کاهو در چشم خواهرت میبینی، برادرت میبینی، اما یه تیر چوبی که در چشم خودت میبینی هستش نمیبینی؟ انگار همگی ما عزیزان دارای اشیاهای نامرئی خاصی هستیم که نقاط ضعف همدیگر رو ببینیم، در حالی که از دیدن ضعفای خودمون عاجزی. و من و تو انرژی خیلی زیادی به کار میبریم تا اون پرکاه و مخصوصا در چشم نزدیکترین کسی اون ببینیم و هی تکرارش کنیم، هی تکرارش کنیم، نیست؟ در تمامی این مدت که داریم این کارو میکنیم، تجربه شخصی من و بعضی از شماهایی که ساعتها با تون کلنجار رفتم، نتیجه اینه که با خیشتن حقیقی خودت روز به روز بیگانه و بیگانه تر میشی. خیشتن حقیقی که با این داستان‌ها و بازی‌ها بیگانه است عزیزان، و بیشتر و بیشتر در جهل و وهم فرو میری و رها کردن و بخشیدن متوجه میشی که چقدر یوغش آسونه، چقدر بارش سبکه عزیزان. گاهن شونه های ما زیر حمل این بارهای نبخشیدن و محکوم کردن اینون خورده، عدم بخشش، آزردگی ها، عدالت خواهی ها. گاهن دستای ما از حمل سبت های سنگین تلخی ها که سالها حملش میکنیم دیگه اصلا نمیکشه بالا که خدا رو پرستش کنیم. تا حالا شده از خودت بپرسی؟ من پرسیدم و به نتایج خیلی عالی رسیدم. اینه نتیجه و ثمرش این پیام عزیزان. چرا اینقدر مرض سوء تفاهم قرار میگیری؟ چرا اینقدر مرض اتهام و قضاوت های دیگران قرار میگی؟ چرا اینقدر مورد تو اتفاقات گوناگون میفته؟ چرا؟ چرا عزیزان؟ میتونه این باشه. متی باب 7 آیه 2 میگه با هر پیمانی که بپیمایی برای تو پیموده خواهد شد. ایراد نگیر تا بر تو اینقدر ایراد گرفته نشه. اینقدر دیگران رو مورد قضاوت قرار نده که دائما مورد قضاوت قرار بگیری. عزیزان، ما اغلب عظمت این آیه رو که قانون کاشت رو برداشته بیشتر در مورد مسائل مالی میبینیم، ولی در تمام حوزه ها صدق میکنه. وقتی کسی که فریاد عدالت خواهیش به آسمون میره که بارها بارها تو این چرخه بودم، خدای به میام بیا داد منو بگیر، در واقع عزیزان داریم یه دوگمه ای رو میزنیم. دوگمه چیه؟ یه دکمه پرقدرت رو میزنیم، فعالش میکنیم که این قانون کاشت و برداشته. وقتی که تو در قلب خودت این فضا رو ایجاد میکنی که دائما دیگرانو انگار که کلید منزل تو داری میدی به شیطان عزیزان، چی فعال میشه؟ گناهایی که یادت رفته اون فعال میشه. تو اگه عدالت رو میخوای عدالت هم گیرت میاد دیگه، نیست؟ عزیزان، مدت‌های مدید من تو این چرخه بودم. تنها کاری که تو باید بکنی اینه که بری نزد خدا. خدای تو بدهی عظیم منو بخشیدی، کلید پادشاهی و ملکوت خودتو به من دادی، کمکم کن که هیچ دینی به کسایی که به من ظلم کردن یا فکر میکنی قربانی شدن نداشته باشم. تو نمیتونی در قلبت دوگانگی داشته باشی، تو نمیتونی عدالت رو برای دیگران بخوای ولی فیض رو برای خودت. هیچ کس مثل من فریاد فیض نمیزنه، صبح تا شب فیض تو فقط میخوام. تو نمیتونی
همزمان از دو چشمه بخوری. مثل اون خادمی که میلیون ها قرض داشت، عزیزان، داستان بدهکار بیگذشت، رفت پیش پادشاه حاکم، خواهش میکنم رحم کن، فقط به من مهلت بده. موقع تولد تازه رفتیم پیش عیسی نیست، به من مهلت بده، تمام بدهی من داره مصادره میشه، زندگی من داره حراج میشه، به من مهلت بده. حاکم گفت، حاکم عادل، بهش گفت ببین قربون شکلت، اگه تمام زندگیت هم حراج بشه تو اصلا نمیتونیم بدهی رو بدی، برو. بخشیدم. چقدر از اون خادم احساس رهایی کرد نیست؟ چقدر احساس آزادی کرد؟ موقع تولد تازه چقدر احساس رهایی آزادی کردی؟ همون خادم بیرون میره، همکارش 20 یورو قرض بهش داشته، میگه وقت بده. اصلا همین الان میدی یا تو زندان میافتی. داستان به گوش پادشاه میرسه. پادشاه پر از بخشش و رحمت و فیض. تو متی باب 18 آیه 23 تا 25، ای غلام شریر، آیا تمام قرض تو رو محض خواهش تو نبخشیدم؟ آیا لازم نبود تو هم چنان که من به تو رحم کردم و هم قطار خود رحم کردی؟ پس مولای او رو غضب کرد و به دست جلادان سپرد و گفت همانطور که پدر آسمانی با شما عمل کرد، اگر عمل نکنی با یکی از این خواهر برادرات بخشیده نخواهی شد. عزیزان، در قلب‌های ما همیشه چند تا چیز داره با هم کار میکنه. از طرفی برای خودمون چی میخوایم؟ رحمت، فیض، برای دیگران عدالت. منو رنج داد، کلا سرم گذاشت. چقدر از ایرانی‌ها میشنوم، شوکه شدم، اصلا باورم نمیشد. هم خودم اینو خیلی گفتم، هم خیلی شنیدم. شوکه نشو عزیز جان، یادت بیفته که چقدر دیگران رو شوکه کردی با رفتارت. جامعه باب 7 خیلی آیه قشنگی میشه، میگه اینقدر گوشتو نده به چیزایی که پشت سرت میگن. یادت باشه که خودت پشت سر دیگران چی کار کردی. اما من فیض میخوام، رحمت میخوام، بخشش میخوام. ما نمیتونیم عزیزان هر دو رو داشته باشیم. من خودم سالها تو چرخه قضاوت و دادخواهی گیر کردم، ماها منتظر بودم خدای داد منو بگیر، یه دلم خنک شه، نیست داد منو بگیر. آخر خودم با زانو میافتادم جلوی خدا با توبه. الان یه چیزو یاد گرفتم عزیزان، زرنگا خوب گوش کنن. اگه زرنگی خوب گوش کن، اول که حاضر نیستم به هیچ قیمتی از دست دادن تمام زندگیم، این آرامش و این چیزی که به دست آوردم از دست بدم. از خدامه که با درکترین بخشنده ترین زن دنیا باشم، چون میدونم ارزششو. و یه کار میکنم عزیزان، اگه یکی به من ظلم میکنه، اگه یکی میخواد ناحقی کنه که اون لحظه خودم قربانی احساس کنم، یک سوال میکنم. نسرین خانم، خانم جان، داری کاشته خودتو درو میکنی؟ یا اون طرف داره میکاره که بعدم باید درو کنه؟ اشلوز آز از این دو حال خارج نیست، پس گیر نده. آمین. متوجه شدی؟ میخوام این جمله رو دوباره بگم. اگه یکی پاشنه پاشو برای تو بلند میکنه، زنت، شوهرت، هر کسی، نزدیکترین کسته، من دارم کاشته خودمو درو میکنم، یا اون شخصی که به من ظلم کرده داره میکاره که به وقتش درو میکنه. عزیزان، ما نمیتونیم هر دو رو داشته باشیم. این کار همون مرد شریر داستان متی باب 18 است که وقتی عدالت رو میطلبیم برای کسی که به ما ظلم کرده، بعدش هم میشینیم منتظر، یه چیزی هم میشه، این مال من بود. اون موقع دل من سوزون، آه کشیدم، آه هم رفت بالا، مس از طرف گرفته شد، حالش جا اومد. باور کنیم، بارها اینو شنیدم. عزیزان، عدالت میخوای؟ جایی سقوط خواهی کرد، مکانی پر از عدالت که اون مرد شریره که نمیتونست ببخش جاش بود.
عزیزانم، ما در دنیای سقوط کرده زندگی میکنم، هنوز در قسمت شرقی باغ عدن نیست، به آسمون نرسیدیم. انسان ها همدیگر رو ناامید میکنم. ما در یه دنیای دیوونه داریم زندگی میکنیم. زندگی ها مخصوصا ما ایرانی ها افغان ها پر از شکستگی و آسیبه. بچه ها به والدین به بچه ها، خواهر برادر، شبانان اعضا رو زخمی میکنن، اعضا خیلی بیشتر شبانان رو زخمی میکنن. آیا گریزی هست؟ عزیز همینی که هست، داستان عزیز همینی که هست شنیدین همتون؟ آمین. در بدن مسیح با تمام تفاوت‌ها این چیزها اتفاق میفته. عزیز همینی که هست، همه ما با یه زدگی و زخمی به دنیا اومدیم و خودمون انتخاب نکردیم که کنار هم باشیم. بیا امروز به جایگاه گذشت برو، بیا خودتو از اشتیاق برای عدالت و دادخواهی آزاد کن، چون روی صلیب عزیزان فیض و رحمت بر عدالت پیروز شد. ملکوت و پادشاهی خدا در مورد قواعد، مقررات، قانونمندی‌های مذهبی نیست، بلکه پادشاهی خدا عدالت، سلامتی و خوشی در روح القدسه که وقتی می‌بخشی و رها می‌کنی در این ملکوت و پادشاهی زندگی می‌کنی. خدا امروز می‌خواد تو رو به جایگاه بخشش، توبه دعوت کنه، چون در صلیب عزیزان شفقت بر عدالت پیروز شد. ما میخوایم شاهد باشیم این روزا عزیزان که چطور نهر روح القدس جاری میشه در قلبهای تک تک ما، کلیسای ما رو پر میکنه، چطور شاه شاهان ما رو لمس میکنه، حضورش این فضا رو پر میکنه. این تنها چیزیه که ارزش داره تمام وقت و نیرو و حواستو به اون بدی، نه خاک اره رو اره کنی و تمام حیاتتو از دست بدی. اغلب کلام خدا زمین دلهای ما رو به خاک تشبیه میکنه عزیزان. نصیحت شدیم در کلام خدا که دلهای ما در محبت خدا ریشه کنه عزیزان، روش کنه. چطور؟ وقتی کلام گرانبها و نیکویه، کلام خدا در دلهای ما ریشه میکنه، رشد میکنه و خیلی طبیعیه ثمرات و میوه های چی به وجود میاد؟ محبت، خوشی، سلامتی. اونایی که حفظن، اونایی که الهیات خوندن، مهربانی، نیکویی، جونتون در نیاد، خیشتنداری، آمین، ایمان. اما عزیزان، زمین بیچاره قلب ما اون چیزی ثمر میاره که ما تو بهش میدیم، درسته؟ اگه ما دانه های طلبکاری و عدم بخشش و عدالت خواهی و هی منتظر بمونیم این حالش جا بیاد اون حالش جا بیاد، تو اون بکاریم چی به وجود میاد؟ ریشه تلخی. از اون شخصی توی کتاب خوندم تعریف خیلی زیبایی از تلخی کرد. خیلی من موعظه کردم راجع به آزردگی تلخی، بعضی یه جوری فشار بهششون اومده، ولی اینو گوش کنین عزیزان. میگه تلخی انتقام گرفته نشده است. زمانی که انتقام تا درجه‌ای که من میخوام ارضا نمیشه، تلخی تولید میشه. میخوان یه بار دیگه بخونم؟ تلخی، کسی که تلخی داره فکر نکنی آسونه ها، هی میگیم چرا سالها اینو تو خودت نگه داشتی، چرا یه بمب اتم و اینجوری تو خودت داری حبس میکنی. این اسمش تلخیه، این بمب اتم. میگه تلخی انتقامی گرفته نشده است. زمانی که انتقام تا درجه‌ای که دلت خنک نمیشه، ارضا نمیشه، تلخی تولید میشه. تو عبرانیان باب 12 میگه سخت بکوشید، تلاش کنید تا با همه افراد در صلح و سلامت باشید، مقدس باشید مثل نیکا که بخشید، فراموش کرد، و مواظب باش که از فیض خدا محروم نباشی و هیچ ریشه تلخی در تو رشد نکنه تا موجب ناآرومی، تشویش، فشار دندون بشه، نه فقط همین خودتو بلکه بسیاری رو آلوده کنه. عزیزان تلخی یک ریشه است
که سالها ماها مراقبت شده، به اون تغذیه کردین، آب و کود دادین، در اون قربال کردن نیست، بابام این کارو کرد، مادرم این کارو کرد، خواهرم، پدر منو در آوردن. این ریشه ها عمیق‌تر میشه، هرچی که نیاری زیر نور قوی میشه، زخیم‌تر میشه. برای همین کلام خدا میگه نذار خورشید به غیظ تو غروب کنه. عیسی مسیح میگه آیا انگور رو از خار میشه دروید؟ آیا میوه شیرین انجیر از خار و خس تولید میشه؟ هر درخت نیکو میوه نیکو میاره، هر درخت بد میوه بد، چون درخت نیکو نمیتونه میوه بد بیاره، درخت بد نمیتونه میوه نیکو بیاره. هر درختی که میوه نیاره عزیزان، میوه نیاره چی میاره؟ خار تلخی، دشمنی، عدالت خواهی. میگه باید بریده شه، در آتش انداخته شه. اینجا که رستم یاد حرف یحیی افتادم، میگه چی؟ عیسی مسیح قربان رو به دست گرفته که کاها رو بسونه، گندم ها رو جدا کنه، در انبار چیکار کنه؟ ذخیره کنه. عزیزان این زمان ها وقتشه که این کاها و خسهایی که در وجودمونه سوخته بشه. عزیزان اون ناخواستنی ها، اون سوختنی ها در وجود ما باید سوخته بشه تا آزادی دختر خدا و پسر خدا رو در این روزها تجربه کنی. نمیدونم تا حالا آزادی از یک نگرش منفی رو تجربه کردین عزیزان؟ مثلا آزاد بشی از روح طلبکاری، از روح عدالت خواهی، از اون تبعید آزردگی. تا حالا شده؟ بارها من شدم. مزمور 126 میگه مثل خواب بینندگان میشیم، خواب میبینیم. آخه نسرین تو سالها تو این چرخه قضاوت و تلقی انتقام بودی، چی شد؟ مثل خواب بینندگان شدم، میگه خواب میبینم دیگه، این نیست، این قدهه برداشته شده. آنگاه دهان ما پر از خنده میشه. بعد میون امت ها میگن خدا چه کارهای عظیمی کرده که ما از اون خوشنودیم. ولی خدا من کارهای عظیم کرده که کلیسا باید وقتی کاها و سوختنی ها سوخته میشه در این وجد و شادی دهانش پر خنده بشه. عزیزان بخشش رو فقط یه جا میتونی یاد بگیری. بزرگترین جنایتی که در جامعه بشری شد کی کرد عزیزان؟ هیتلر نکرد، استالین نکرد. هولناکترین جنایت رو این دو نفر رو دیکتاتورهای مخوف نکردن، بزرگترین جنایت رو پیشینیان ما کردن عزیزان، یهودیا و رومیان. پسر خدا رو مصلوب کردن. ما مسئول مرگ پسر خدا هستیم. گناهای ما بود که مرگ او رو رقم زد. ما فرزندان قاتلان عیسی هستیم. باور میکنی؟ تک تک شما که روی صندلی نشسته اقلا دو سه قطره خون یهودی و رومی در رگهاتون الان در جریانه. علاوه بر این مسائل غیر اخلاقی، گناهان مخفی، دینها، بدهیها، روابطهای نامشروع، خیانتها، دروغگویی، غیبت، حسادت، با این زبان که چه کارها که نکردیم، چقدر کین و توزانه راجع به دیگران حرف زدیم. بعد میایم پیش عیسی مسیح خداوند و الانم گاهن میکنیم، ولی میایم پیش پسر خدا، لطفاً پسر خدا قبل از اینکه وارد دادگاه الهی بشم، وارد اون مسند سفید داوری بشم، گناهان منو ببخش ای پسر داوود، بر من رحم کن. عیسی به تو نگاه میکنه میگه ببین 2000 سال پیش تو آمرزشو دریافت کردی، فقط بیا به درون فیض و رحمت من زندگی کن. عزیزان چه بخشایش شیرینی، بزرگترین و عجیبترین و شیرینترین بخشایشی که خود من در تمامی طول عمرم تجربه کردم. اما عیسی به تو میگه اگه میخوای شیرینی این بخشایش تولد تازه رو همیشه حس کنی، تو قلبت داشته باشی، این فانوس بخشایش رو مثل یک یادگاری دائما تو دستای خودت داشته باش، دیگرانو ببخش همونطور که من تو رو بخشیدم. عزیزان بخشش انتخابه، احساس نیست.
و امروز تو میتونی انتخاب کنی. وقتی تو دعای ربانی میگی پدر قرضهای من رو ببخش چنان که من نیز قرضداران خود رو بخشیدم، تو انتخاب میکنی که این دعا رو بکنی نیست؟ نبخشیدن و قربانی شمردن خودت که سالها توش داری میچرخی یک تلس، یک اسارته که از طرف دشمن عدالت خواه هم جنس و هم ذات اون شدی، تو اون قرار گرفتی. بیا بیرون امروز، برای خود انتخاب کن با کی میخوای در توافق باشی، با شیطان یا با خدا. امروز برای خود انتخاب کن عزیزان، به سمت کدوم جایگاه میخوای بیای؟ به جایگاه فیض و رحمت یا جایگاه عدالت؟ همونی گیرت میاد که دنبالشی. امروز برای خود انتخاب کن، حیات و موت و پیش روی تو گذاشتم، خودت انتخاب کن. اراده آزادی که خدا به ما داده منشأش عشق و محبت حقیقی پدره که هرگز از ما باز داشته نمیشه. امروز برای خود انتخاب کن، در دام فریبنده و نامرئی شیطان میخوای همچون قوطه بر بخوری یا رهایی و آزادی از عدالت خواهی رو امروز میخوای بچشی؟ میخوای انتخاب کنی؟ تو اول قرنتیان باب 11 آیه 27 دائما هر دفعه تو عشای ربانی اینو داریم میگیم عزیزان، پس هر که به طور شایسته نزدیک این سفره مقدس میشه، نان رو میخوره، پیاله خداوند رو مینوشه، ولی به طور ناشایسته و بدن خداوند رو تشخیص نمیده، مجرم خون و بدن خداونده. یعنی تشخیص نمیده عزیزان که کلیسا بدن مبارک خداونده. این خون، یه عشای ربانی، هم به بدن جسمانی عیسی مسیح داره اشاره میکنه، هم به بدن روحانی تک تک ماها. صحبت کردن بر علیه بدن خداوند که عروس عیسی مسیحه، عزیزان عیسی رو به شدت محزون و متأثر میکنه. او غربال خود رو به دست گرفته و خرمن خیش رو میخواد پاک کنه. عزیزان چه کلام قدرتمندی، زمانی که خداوند غربال خودش رو به دست گرفته، چرا؟ برای نیکوی ما. میخواد جدا کنه این کاه ها رو، این آشغال ها رو، تا ما رو به روح و آتش الهی تعمید بده. عزیزان خدا میخواد ناخالصی ها و ناخواستنی ها رو بسوزونه تا با قلبی خالص وارد آرامش، آرامی. با چه قیمتی میخوای بخری؟ چطور میتونی نزدیک تخت فیض خدا بشین، فیض رو دریافت کنی، به جز این که بیای امروز رها کنی؟ با هم بیایم نزدیک تصمیم بگیریم، انتخاب کنیم نزدیک تخت فیض خدا بریم، چون اونجا شیطان نمیتونه وارد شه. میدونین چرا؟ چون اون در عدالت خواهی های خودش گیر کرده. عزیزان شیطان و دار و دستش شکست خوردن. این ما هستیم که با نبخشیدن چیکار میکنیم؟ جایگاهی به اون میدیم که وارد ذهنهای ما بشه، زندگیهای ما، دژ بسازه، قلعه بسازه و ما رو از تبدیل شدن به عروس عیسی، اتحاد با داماد آسمانی دور کنه. عزیزم در آخر میخوام بگم، من و تو هیچ حقی نسبت به خدا و مردم نداریم. یک حق داریم فقط. قبل از ایمانمون میدونی چه حقی داشتیم؟ جهنم، هلاکت ابدی. بعد از ایمانمون میدونی حق ما چیه؟ بخشیده شیم عزیزان، بخشیده شیم. و مثل عروس، عروس پاک و بی‌عیب، با داماد خودمون در اون اتحاد و یکدلی به سر ببریم. و در سفر زندگیمون حق ما اینه که سرسپرده باشیم و تک تک لحظات زندگیمون به او اعتماد کنیم، توکل کنیم. این حق ماست، این حق ماست. بیایم امروز این حق الهی خودمون دریافت کنیم. در این لحظات چشمامونو ببندیم. روح القدس میخواد مسائلی رو به یاد ما بیاره. عزیزان من ایمان دارم که کلام خدا بیهوده امروز پاشیده نشده در قلب‌های ذهن ما، در قلب‌های ما، در اون عاطفه و احساس ما. ایمان دارم. دل خودتو سخت نکن. دوباره اون لحظه نگو به من تیک انداخت، به من گفت.
امروز وقتشه عزیزان که حق خودتو از شیطان بس پس بگیری و اون مسائل ریشه‌ای که سالها داری حملش میکنی، که فکر میکنی الان بعضی ها میگم من اینقدر مسائل دارم، مگه میشه با یه دعای ساده حل و فصل بشه؟ بیایم عزیزان امروز به روح القدس اعتماد کنیم که فقط یک دعای ساده، یک دعای ساده و قلبی به این فکر کن که میتونی مثل عیسی انتخاب کنی، بگی ببخش خداوند، ببخش، چون که نمیدونستن دارن چیکار میکنن. و روح القدس به من کمک کن اونجایی که در به خاطر قضاوت‌های کینه توزانم، به خاطر اشتباهات و گناه‌هایی که دیگران کردن قضاوت کردم و عدالت تو رو فریاد زدم، خدایا به من کمک کن تا طلب بخشش کنم. خدا من دعا میکنم که چشمای دل ما رو باز کنی که امروز ببینیم مکانی وجود داره در همین نزدیکی ها، در همین نزدیکی ها، در سفره مقدس، در صلیب تو مکانی وجود داره پر از آسایش، پر از آرامی، پر از رهایی، و تو امروز میخوای که خودمونو بکشیم، خودمونو کش بدیم به سوی این تخت فیض تو. ایمان دارم که میخوای امروز مشکای کهنه ما رو خدا و از این همه آشغال ها خالی کنی، چون تو داری میای با یه شراب تازه، با یه آتش تازه که میخوای در اون مشکای نو جاری کنی. ایمان دارم خداوند چشمای دل ما رو باز کن که چقدر عاشقانه ما رو دوست داری، میخوایم گرگاه ها باز بشه تا این روزها در نهر روح القدس تو، فراوانی فیض روح القدس تو قوته ورشیم. خداوند بذار صدای نبوت این سرور انبیا رو بشنویم که میگه تو روخای تو رو راست کن، راهای خود تو هموار کن، کجی ها رو صاف کن، خودتو تقدیس کن که خداوند میخواد که اعمال عظیمه در زندگی تو انجام بده. روح القدس مشتاق این کبوتر زیبای الهی که آزادانه بتونه در این فضا به پرواز در بیاد، در قلب‌های ما، در زندگی ما، با خودش مهربانی، صلح، نیکویی، فروتنی، ایمان، تواضع بیاره. ایمان دارم که روح القدس داره کنار تک تک شما عزیزانم عبور میکنه. دل خود تو سخت نساز، امروز این سفره مقدس، این سفره برکت، تو باید تمامی ابعاد برکتشو در روح و روان و بدن تجربه کنی. امروز که داشتم این موعظه رو آماده میکنم، چند گروه به طور خاص تو قلبم بود که خداوند امروز به طور خاص‌تر میخواد فیض ببخشه. عزیزان اول کسایی رو میخوام جلو دعوت کنم که به خاطر گناه‌هایی که کردن، اشتباه‌هایی که کردن توبه کردن، ولی دائما حس تقصیر، حس محکومیت روی اونا سنگینی میکنه. میخوام بگم این صدای جهنمه در گوش تو که داره داره محکوم و تحقیر میکنه، صدای آسمان میخواد از این گناه تو، از این اشتباه تو، تو رو تبدیل بده. ای خواهر برادر عزیز من، با ایمان بیا جلو، به خداوند بگو، با ایمان بگو، نه فقط خدا میشنوه بلکه دشمن جان تو میشنوه. بگو ای دشمن من بر من شادی نکن، اگرچه بیافتم ده ها بار بلند خواهم شد، اگرچه در تاریکی راه برم خدا نور و نجات منه. این
گروه ها که خودشون رو محکوم میکنن، خودشون رو نبخشیدن، خداوند به طور خاص میخواد برکت بده. و همینطور افرادی که در کینه، عصبانیت دیگران رو قضاوت کردن به جای اینکه راه حلی بشن برای مشکلات تکراریشون، بیشتر مشکل شدن. خداوند به تو میگه این غرورت بوده که خواستار عدالت بود شدی. خداوند امروز میخواد تو رو آزاد کنه و میخواد صلیب خودشو بین تو و اون چیزهایی که با عدالت خواهی دائما فعال کردی تو زندگیت، قانون کاشت و برداشت بذاره تا انقدر بدی توی زندگی تو نیاد. و گروه بعد افرادی هستن که پر از آسیبن، پر از دردها، نبخشیدنها، تقلاها، که میخوام ببخشن، میخوام فراموش کنن ولی نمیتونن. دائما صحنه هایی از درد و رنج و تکرار میکنن. خداوند میخواد این افراد رو فیض ببخشه. بیا جلو و درخواست کن که خدایا من میخوام با قوت تو این افراد رو ببخشم و رها کنم. میخوام از مکان عدالت خواهی خارج شم و وارد فیض بشم، اون جایی که تو منو رها کردی. عزیزانی که این چند گروه خداوند دعوت میکنی که به جلو بیایی، همینجور خادمین تیم دعا، قبل از اینکه به این سفره مقدس نزدیک بشین، ایمان دارم کسایی هستن که انقدر بخشیدن، طلب بخشش شاد کردن، ولی اون رهایی آزادی رو تجربه نکردن. هنوز درده، هنوز خاطره است. میگه مگه میشه که با یه دعا، با یه جلو اومدن، خداوند میگه تصمیم بگیر، انتخاب کن. قدرت تو نیست. امروز من اینجام که زنجیرها و یوغ دشمن رو توی زندگی تو بشکنم و رهایی و آزادی تو رو اعلام کنم. آمین.